توی این ویدیو میخوام بهتون 4 تا از اصولی ترین کوک های گلدوزی رو یاد بدم که باید حتما برای دوخت بلد باشید. سلام، به حروفا خوش اومدی. اگه تا حالا سوزنم دستت نگرفتی ولی دوست داری که گلدوزی یاد بگیری، حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باش. همونجوری که مشخصه، اول باید سوزنتون رو نخ کنین و نخ رو گره بزنین. به دستای من کامل دقت کنین و نحوه گره زدن رو یاد بگیرید. اولین کوکمون کوک ساده است. توی این کوک ما اول باید سوزن رو از زیر پارچه به بالا بیاریم، بعد دوباره ببریم پایین. بعد دوباره با یه فاصله مشخص سوزن رو بالا بیاریم. این کار رو شما باید تا آخر محیطی که میخواین کوک ساده بزنین انجام بدین. بچه، فاصله بین کوک ها کاملا بستگی به سبک کار شما داره، اما چیزی که خیلی مهمه اینی که توی دوختتون همه فاصله یکسان باشه و با همدیگه متفاوت نباشن. دومین کوکمون کوک برگشتیه. مثل کوک ساده شما باید سوزن رو از زیر پارچه بالا بیارین، بعد به جای اینکه به سمت جلو حرکت کنین به سمت عقب میرین. در واقع ابتدای کوک دومتون میشه انتهای کوک اولتون و اینجوری شما یه خط صاف بدون فاصله رو کوک میزنید. دخترها، این کوک خیلی پرکاربرده و یکی از کاربردهای اون دوخت تابلوهای لاین آرته. پس حتما سعی کنید تمرین کنید و فاصله بین کوکاتون تمیز و یکسان در بیاد. کوک سوممون کوک ساقه دوزیه. توی این کوک اول سوزن رو بالا میاریم و یک کوک ساده میزنیم. بعد دقیقا از وسط کوک اول سوزن رو بالا میاریم و تو فاصله یک دوم از کوک اول سوزن رو به پایین میاریم. تا آخر باید همین روش رو تکرار کنیم. ببین دیگه نگم از کاربرد این کوک، خودم عاشقشم. برای حاشیه ها، برای لاین آرت، برای ساقه و بگ، همه جا میشه ازش استفاده کرد. حتما تمرین کنین. اگه مشکلی هم داشتی میتونین عکسش رو تو دایرکت برام بفرستین. چهارمین کوک کوک پارت استیچ است. توی این کوک اول باید یک کوک ساده بزنیم، بعد که دومین کوک رو خواستیم به اتمام برسونیم، به جای اینکه به انتهای کوک اول بشینه میاد دقیقاً وسط کوک اول میشینه. بچه‌ها دقت کنید به این نکته که کوک دوم در کنار کوک اول نباشه و دقیقاً باید وسط و روی خود کوک اول پایین بره. این کوک خیلی کمک میکنه به شما توی توپردوزی ها، چون اگه نمیخواین سر و ته کوکاتون مشخص باشه، این کوک خیلی خوب براتون کاور میکنه. خب اینم از پنجمین قسمت آموزشی گلدوزی حریفا. خیلی خوشحالم که تا آخرین ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم که از این آموزش استفاده لازم رو ببرین.